همه مردا همینن، عین بچه ها میمونن. باید مثل بچه ها تر و خشکشون کرد. وقتی جوونن مغرورن، کم کم آروم میشن. آره حق با شماست. میدونی چیه؟ ما یه مقدار کم طاقتیم. نه عزیز من، شما خسته میشی. صبح که میری دانشگاه، بعد از ظهرم که میای به کارهای خونه باید برسی. خب خسته میشی. راستی نوید چطوره؟ نوید خوبه مثل همیشه. مدرسه میره؟ آره صبح میبرمش خودم، میذارمش مدرسه مخصوص، بعد از ظهرم میرم دنبالش میارمش. چه کار خوبی کردی. آرزو گفت میخواستی بذاریش این مراکز شبانه روزی. دلم هوری ریخ پایین. آخه آدم مگه جگرگوشه خودشو میسپاره دست کسی دیگه؟ اونم یه همچین بچه هایی حساسن، احتیاج به محبت دارن. نرگسشون شما نمیدونی زندگی با این بچه ها خیلی سخته. بله که سخته، اصلا مادر بودن سخته. ولی همین آرامشی که الان داری به خاطر اینه که بچت پیش خودته. خب قسمت و سرنوشت تو هم همین بوده، باید قبولش کنی. دونی گاهی وقتا قبول کردنش برام خیلی مشکله. احساس کنم تو این بازی سرنوشت شکست خوردم. چی بگم والا؟ میای با هم بریم پاتوقی قهوه بخوری؟ آره تا خودم هم با حمید اونجا قرار دارم. ای چه عجب، به خودتون یه استراحتی دادی. پاتو بردار از اون صندلی. چیه باز؟ بابا این چه طرز برخورد با یه آدم بیماره؟ بفرما. خب تو که اینقدر حالت بده برای چی اومدی؟ میموندی خونه استراحت میکردی؟ آی ببینیم کیپ شده. با چه استراحتی؟ مگه مامان میذاره؟ از دیشب تا خودم این صبح که اومدم اینجا 200 جور آش شلغم و نمیدونم سوپ شلغم و کوفته شلغم و پوره شلغم و اینو ریخته تو حلق ما. خب خوبه که برات. کجاش خوبه؟ با من یه سرماخوردگی جزئی دارم. دو تا دونه قرص سرماخوردگی میخورم حالم خوب میشه. دیگه شلغم خام و پخته و با نمک و بی نمک و نمیدونم چهار تخم و اینا نمیخواد که. با من چجوری بگم شلغم حالم به هم میخوره؟ خیلی خوب، حالا شلغم نخور. چه میدونم آش، سوپ، از این چیزایی که مادر جون تجویز کرده بخور. تو اصلا برای چی بلند نمیشی بری درمونگا یه آمپول بزنی بیا؟ آمپول نه آمپول نه. من از تنها چیزی که تو زندگی میترسم همین آمپوله. حاضرم هزار تا از این آشای شلغم و نمیدونم سوپ شلغم و این مجنونای خانم جون بخورم، یه دونه آمپول نده. خیلی میترسم از آمپول. بفرمایید. سلام. سلام مادر. سلام نصر خانم. سلام آرزو جون. چه عجب از این طرفا راگم کردین ها. ممنون. امید چطوره؟ ای بد نیست. رفتم براش آش شلغم گرفتم، مادر جون درست کرده. شما بفرمایید بشینید، من میام خدمتتون. بفرمایید. بفرما. خیلی خوش اومدید. بفرما. خیلی خوش اومدید. بیچاره امید از خونه فرار کرده که اینقدر آش و سوپ نخوره. اون وقت خانم جون سوپ پخته داده مامان براش آورده. خب مادره دیگه. یه مادر تا آخر عمرش هم نگران بچه‌شه. آه چه حس عجیبیه این حس مادری. آدمو دیوونه میکنه. تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ تو که خودت الگوی همه مادرهایی، کم به نوید رسیدی. چقدر با شوهرت مبارزه کردی که نذاشتی اونو برای بذاره آسایشگاه. من که خودم دیدم وقتی که نوید به دنیا اومد تو چقدر زجر کشیدی. به خدا هیچ مادری اینقدر به بچهش نمیرسه. تو نمیدونی آرزو، خیلی چیزا رو نمیدونی. نوید یه کابوسه، یه کابوس بد برای زندگی من شده. قسمته. شایدم خدا خواسته اینجوری امتحانتون کنه. قهوه میخوری برات بیارم؟ ممنون. من چیزه حالم خیلی خوبه نسبت به صبح، یعنی خیلی بهترم. به باور کن، ما از آرزو بپرس. به به چه بویی؟ این چیه ماما؟ سوپه مادر جون درست کرده. یک عالم شلغم رنده کرده توش. گفتم بیارم برای امید بخوره که غذای متفرقه نخوره حالش بدتر بشه. بچه چه خوب. اتفاقا قبل از اینکه شما بیاین امید داشت میگفت عاشق سوپای شما و مادر جونه. مگه نه امید؟ نه خیلی. من کی گفتم؟ یعنی میخوام میگم اینجوری نگفتم. گفتم که مناسب ترین غذا برای حال امروز من همین سوپای شماست. بخور مادر، نوش جونت. آرزو برای تو هم بکشم مادر. من نه، من الان میل ندارم، دستتون درد نکنه.
آخ دماغم چیپ شده. من الان یادم افتاد که بابا قرار گذاشته بودم، قول داده بودم برم پیشش. یادم نبود. خب حالا سوپتو بخور بعد برو مادر. نه میخورم، اینو که حتما باید بخورم، برام مفیده. ولی نگرش دار یه جای گرم، من برم و برگردم. منم آمپول بزنم بهتر از این کوفتیه. زود برگرد مادر. بذار برش سرد بشه الان میاد. میخوای تو برات بکشم بخوری تو هم؟ نه نه من. بفرمایید. ممنونم آرزو جون. حمید آقا چطورن؟ از وقتی رفتی دانشگاه خبری از هیچ کدومتون نیست. راحتی آرزو جون. کاش که منم ازدواج نکرده بودم. وای این چه حرفیه میزنی؟ تو که زندگی خوبی داری. خدا رو شکر حمید خانم مردی که خانواده دوسته. تمام تلاشش هم داره میکنه که زندگی خوبی داشته باشی. تو از هیچی خبر نداری. من فقط اینو میدونم که تو از پس همه مشکلاتت به خوبی بر اومدی. به خدا بعضی وقتا فکر میکنم میگم من اگه جای نسرین بودم اصلا نمیتونستم دووم بیارم. میدونی داغونم. الان دارم از پیش دکتر روانشناس میام. تو راه داشتم میومدم مامان تو دیدم. با حمیدم اینجا قرار داشتم اومدم. و این اصلا حوصله هیچ کس و هیچ جا رو ندارم. چیزی شده؟ خیلی وقت اینطوری هم. افسردگی گرفتم. اصلا دنیا برام بیمعنی شده. صبح اصلا دلم نمیخواد از جام بلند شم. شب هم تا صبح دارم کابوس میبینم. چرا؟ حالا بهت میگم. آرزو مادر یه دقیقه بیا. الان میام. ببخش من الان برمیگردم. قربانه. بله بیا مادر یه بشقاب سوپ بکشم ببر بده برای نسرین. مثل اینکه حالش زیاد خوب نیست. شاید خوشش نیاد. نه خوشش میاد. صبح که با هم اومدیم احساس کردم ناراحته، یه مشکلی داره. چیزی به تو نگفت؟ چرا یه چیزایی از زندگیشو حمید خان گفت ولی من دقیقا متوجه نشدم که چی میخواد بگه. خدا بهش صبر بده، داشتن یه همچی بچه خیلی سخت. ولی اونا که خوب با این مسئله کنار اومدن، هم خودش هم حمید خان. ما ظاهر قضیه رو میبینیم، از باطن مردم که خبر نداریم. مادر بیا کمک کنیم میز رو جابجا کنیم، میخوام پشتش رو تمیز کنم. بیا عجب روز خسته کننده ای بود امروز. از صبح دارم سکتو میزنم. از اداره زود زدم بیرون. دویدم رفتم ثبت احوال. چه خبر بود اونجا؟ شلوغ. از این اتاق به اون اتاق، از اون اتاق به این اتاق. قلقله بود. عجب کاغذ بازی یه نسری. گوشت به من است چی دارم میگم؟ نسرین؟ آره، آره، گفتی تو ادارتون شلوغ بود. نه بابا، ثبت احوال دارم میگم. کجایی؟ نمیخوای بپرسی برای چی رفتم اونجا؟ نه، مگه مهمه؟ چته؟ چرا انقدر پکری؟ حالم زیاد خوب نیست. پس این روانشناسه چه غلطی میکنه؟ من که از اولش گفتم دکون بقالیه. اگه اونجا نمیرفتم که تا حالا دیوونه شده بودم. چرا اینطوری شدی؟ سه روز حرف نمیزنی، تو خودتی، واسه خودتی، چته؟ توقع داری چی کار کنم؟ زندگی؟
بیشتر میتونیم به خودمون برسیم، بخصوص الان که زندگیمون بهتر شده. بهتر؟ چطور میتونی همچین حرف رو بزنی حمید؟ خب دوباره شدیم خودمون، مثل روزای اول. چی میگفت خاله پروین؟ مثل دوتا مرغ عشق. آخه من دیگه اون آدم نیستم. یعنی منو دوست نداری؟ نه، منظورم این نبود. این سختی‌ها از من یه چیز دیگه ساخته. یه آدم خسته، درب و داغون. باید بری سر کار. من دیگه نه انگیزه‌شو دارم، نه رمقشو. مثل اینکه یادت رفته، خودت اصرار داشتی بری فوق لیسانس بگیری. فهم کردم، مشکلم با درس خوندن حل میشه. نمیدونستم بدتر میشه. خب، حالا چی؟ همین، من باید باهات صحبت کنم. آرزو بیا، مشکلم با درس خوندن حل میشه. حمید ها اومده. کی اومد که ما متوجه نشدی؟ من که اصلا حواسم نبود. ببین نسرین، من سلام. سلام، حال شما؟ خوب هستین آرزو خانم؟ خیلی خوش اومدی. مزاحم شدی. خواهش میکنم. چه عجب این طرف ها حمید خان، سرسنگین شده بودی. نه، یه مقدار گرفتار شده بودم، سرم شلوغ بود. چی میل داریم براتون بیارم؟ اگه زحمت نباشه من یه دونه قهوه تلخ. چشم، سوپ آماده از خانم جون پخته، اگه دوست دارین براتون بیارم. حقیقتش من که میل ندارم. شما؟ منم ممنون، نمیدونم. تعارف نکنین، آماده است. حالا باشه تو بعد. پس با اجازه من قهوه‌تون رو بیارم میام خدمت. خواهش میکنم. بیا مادر، این سوپو ببر براشون. نمیخواد. نمیخواد؟ گفتن میل نداری. مامان اصلا حالشون خوب نیست. فکر کنم یه اتفاقی براشون افتاده. خودت هم موافق بودی؟ خودخواه بودم. فکر کردم میتونم تحمل کنم. 6 ماه اونو سپردم به مرکز. کار دیگه ای نمیشه کرد. اصلا نمیتونم باور کنم. نمیتونم با خودم کنار بیام. نمیدونم، راه دیگه ای نیست. میدونی هر جایی که میبینم، هر چیو که نگاه میکنم، من فقط یاد نوید میفتم. اصلا ما بر چی اسمشو گذاشتیم نوید؟ مثل اینکه قرار بود نوید یه زندگی خیلی خوب برامون بیاره. ولی ما زندگیمون رو از دست دادیم، بچه‌مونو. وقتی به نرگس خانم نگاه میکنم چی جوری دور بچه‌هاش مثل پروانه میگرده، از خودم خجالت میکشم. تازه نوید بیشتر از بچه‌های دیگه به محبت ما دوتا نیاز داره. همین، تو خودت گفتی میخوام برای فوق لیسانس بخونم، خودت گفتی میخوام کار کنم. حالم از خودم به هم میخوره. فکر میکنی برای خود من راحت بود؟ یه اون بار برادره عقب مونده اون به دوش کشیدم به خاطر اینکه دوستش داشتم، نمیتونستم ببینم داره رنج میکشه. از یه طرفم جلوی مردم خجالت میکشیدم. تکرار این قضیه منو دیوونه میکنه نسرین. دوست ندارم برگردم سر خط. بذار همینجا تموم شه. وقتی میرم دیدنش اصلا نمیخواد تو بغلم بیاد پایین. هیچجوری به من میچسبه. خیلی خوب، خیلی خوب. ببین نسرین، من یه کاری کردم. اینا چیه؟ یه چند ماهی دنبالش بودم ولی بهت نگفتم، چون میدونستم اگه بفهمی به هم میریزی. تو چی کار کردی؟ ببین، ما میخواییم از این خونه اسباب کشی کنیم بریم، درسته؟ که چی؟ مرکز برای نوید آدرس این خونه که الان توشیمو داره. من اصلا نمیفهمم. اسم نوید رو از توی شناسنامه پاک کردم. اینطور خیالم راحت تره. دیگه نمیتونن پیدامون کنن. نه 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 نه، فکر بد نکن. بچه‌مون رو ول نکردم. باور کن پول زیادی به حساب مرکز میریزم. به حدی که بتونن به بهترین شکلی که ممکنه ازش پذیرایی کنن. باورم نمیشه. تو چی کار کردی؟ تو یه آدم دیگه شدی.
بچه عزیزم گذاشتی مرکز که نبینمش. حالا این کاری کردی که حتی نتونم ثابت کنم مادرشم. تو هویت اونو پاک کردی. کم کم داری منم عوض میکنی. تو خیلی خودخواهی. ولی نوید برای من هست. من مادرشم. اون بر من هست. وجود داره. نفس میکشه. تو خیلی خودخواهی حمید. تو خیلی خودخواهی. چرا گریه نکن. حالا همه میفهمن. از همه خجالت میکشم. از خودم بیشتر از همه. ما چی کار کردیم؟ داریم چی کار میکنیم با زندگیمو؟ من فراموشش کردم. نه، تو فراموش نکردی. تو خواب حرف میزنی حمید. من حاله. چرا؟ از نوید میگی، باش بازی میکنی، آخرش هم گریه میکنی. خودتو گول نزن. میدونی امروز چه روزیه؟ امروز تولد نویده. یک هفته است که حالم خرابه. رفتم یاد اون روزا میافتم. لحظه شماری میکردم به تونیا بیاد بغلش کنم. وقتی فهمیدم مشکل داره، حتی یک ذره از احساسم نسبت بهش کم نشد. نمیتونم. تو اینا رو میتونی بفهمی؟ برگشتی قهوهشونو نبردی؟ نسرین داره گریه میکنه. گفتم شاید دوست نداشته باشه من گریهشو ببینم. بذار راحت باشم. خب مادر شاید دعوا کرده باشن. به من مربوط نیست. اگه لازم بود حتما به همون میگفتن، درسته؟ تصمیممو گرفتم. من بدون نوید خوشبخت نیستم. اون به من احتیاج داره. منم به اون. تو میتونی اسمشو از شناسنامه در بیاری. میتونی برادرتو ندیده بگیری. میتونی این ژنو انکار کنی. ولی بهترین کار قبول واقعیته. ولی من میخوام بچه‌مو بغل کنم. بزرگش کنم. میخوام خودم بهش غذا بدم. میخوام تربیتش کنم. این کاریه که من میخوام بکنم. اینجوری احساس و آرامش بیشتری دارم. اصلا هم به تو کاری ندارم. نسرین منم همراهت میام. خب بچه منم هست. همین که پیش هم باشه، همین که فرصتی باشه، همین که گاهی چشمامو تو چشمه.